به نام و یاد خداوند یکتا، دوستان ارجمند، امید میبرم که صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشین و دور از گزند روزگار تا پایان روز در تمام امور زندگیتان خرسند باقی بمانین. عزیزان گرامی، ما پس از چندین روز آمدم به پارک شهر نو. پارک شهر نو که چند روز گذشته غوغا برپا کرده بود. غوغا هم به دلیل ای که تعمیری که اینجا وجود داشت، او تعمیر دیگه اصلا اثر از او تعمیر باقی نمانده. یعنی سینمای پارک، سینمایی که داخل پارک شهر نو بود، او را چپه کردن، از بین بردن. و شما خبرم دارین که از طریق رسانه‌های همگانی و اجتماعی گفته شده که در جای سینما از بین بردنش تا یک تعمیر نو بسازن به خاطر بعض مجالس یا کارهای فرهنگی دیگه. من هم آمدم تا ببینیم پارک که چگونه است. پارک وضعیت واقعا، اما قسمی که من به گونه درست ندیده بودم، شاید یک تعداد زیاد از شهروندان ما ندیده باشه و شنیده باشن که سینمای پارک این سر و صداها رو شنیده باشن، اما ندیده باشن که بالاخره سینما کدام دیوارشان باقی مانده. یعنی اینی در حقیقت سینما بود که سینما از بین رفته و چند تعمیر دیگه که در پشت سر موقعیت داره مربوط میشه به شورواله کابل. یک بخش از شورواله کابل است که اونجا فعالیت دارن. اما آن چیزی که بیشتر طرف توجه مردم قرار گرفت، آنچه که بیشتر طرف توجه اکثریت مردم قرار گرفت، این بود که معاون اول ریاست جمهوری آمد تصمیم که گرفت، یا در امو جلسه شش و نیم صبح که می باشه، در یکی از جلساتشان تصمیم گرفتن که باید دست فروش ها و کراچی هایی که مختل ساخته روند آبران را و یا مختل ساخته زندگی مردم را، او را باید جمع آوری بکنن. او یکی از کارهایشان داخل پارک شهر نو بود، این قسمت یک تعمیر بود اگر یادتان باشه، یک تعمیر یک منزل دو منزله بود که در او هتل ساخته بودن و برگر فروشی و آیس کریم فروشی و شیریخ فروشی، که یک قسمتش داخل پارک بود، یک قسمتش هم بیرون از پارک برآمده بود. مگر حال او تعمیر وجود نداره، بر علاوه از اینکه او تعمیر وجود نداره، به خاطر گل و گلکاری یا به خاطر سرسبزی اینجا، همچنان شارواله کابل و خصوصا ریاست تنظیف اقدامات خوب کردن، کار کردن. میبینین که اینجا را کرش یا سنگچل ریختن، فرش کردن و همچنان این قسمت هم گلای دیواری یا درخت های دیواری غرس کردن که تا یک سال دیگه ما و شما شاهد خواد بدیم که این ساحه به یک ساحه سرسبز مبدل خواد شد. جایی که هتل بود، در دور و برش شما از طرف داخل پارک می آمدین، کسانی که به اعتیاد روی آوردن، یعنی معتادان، نشسته بودن و اونجا مواد استفاده میکردن. اما خوشبختانه که حال میبینین که چقدر پارکک های مقبول و داخل هم زمین را انبار کردن، شاید که گلش یا تبدیل کردن یا گل خود از اینجا همقدر مناسب بوده تا سال آینده اینجا را چمن بسازن. این زیبایی را پارک شهر نو نداشت. هنوز فصل بهار نیست. اگر فصل بهار باشه که می باشه بخیر، سال آینده زندگی بود، بازم میایم گزارش می سازیم و به شما نشان می دهیم که این ساحه که اکثرا کسانی که به اعتیاد روی آورده بودن جمع می شدن، اما امروز چقدر مقبول شده با گلهای رنگارنگ و زیبا. این قسمت در حقیقت همون رستوران یا هتل بود. شما شاهد هستین قسمت شمال غرب، قسمت شمال غرب پارک اجا هتل بود، برگر فروشی، آیس کریم و شیریخ و هر چیزی که بود. حتی این کتاره ها دیدن نمیشد به خاطر که اینجا هرچند پارک حکومتی یا دولتی بود، مگر به خاطر کار شخصی استفاده میشد. همچنان شما ای اطراف کتاره را وقت نگاه میکنین، شاید بیادتان بیاید که یک زمان در بخشا و یا در گوشه های از این کتاره ها کراچی ها، دست فروش ها،
وسایل خود را نصب کرده بودند، بند کرده بودند و بر علاوه از این که زیبایی کتاره ها را گرفته بودند، حتی امو زیبایی داخل پارک را همچنان گرفته بودند. از بیرون داخل پارک را شما دیدن نمیتونستین. شما وقتی بدگه کشور را زندگی بکنین، حتی خانه هایی که مردم ساختن، حویلی هایی که در اونجا زندگی میکنن، دیوارایشان شاید 3 متر هم باشه یا 1 متر 1.5 متر دیوارای حویلیشان است و حداقل 15 سانتی هم کتاره نصب کرده. نه ترس و حراس از دزد است، نه ترس و حراس از کدام موضوع دیگی است. به مو خاطر زندگی خیر آرام و روشن را به سر میبرن. اما در افغانستان یا دیوارا را زیاد بلند میسازن به خاطر از اینکه دزد نیاید، و یا ایست که کتاره و سیم خاردار میگیرن به خاطر دزدا، و یا ایست که کتاره اصلا نمیگیرن، کلش سمن میکنن، خشت میگیرن تا داخل را کسی دیده نتونه. فکر بکنین وقتی کسی داخل را دیده نتونه، از داخل هم بیرون را دیده نتونین، به یک شکل انسان گیج میشه، زندگی برش روشن نمیباشه، یعنی هر طرف را به خوبی نگاه کرده نمیتونه. دوستان عزیز، در گزارش امروز خواستم فقط چهره این بخش از پارک شهرنو به شما نشان بدم، جایی که کسان به خاطر کار شخصی خود استفاده میکرد، دیدن که چقدر مقبول گل کاری شده. و همچنان قسمت سینمای پارک را به شما نشان دادیم که سینمای پارک کاملا هموار شده، اما تا هنوز کار شروع نشده به خاطر آنچه که وعده شده، به خاطر تعمیر فرهنگی یا به خاطر موجای فرهنگی که گفتن، تا هنوز کار شروع نشده. هر وقت کار شروع شد حتما یک بار دیگه میاییم و از اینجا گزارش میسازیم. همکاران هم داخل استودیو منتظر هستند تا ادامه برنامه صبح و زندگی تلویزیون آریانا را به گونه مستقیم پیشکش حضورتان بکنم. اگرم فراموش نکنید که برنامه ما تا ساعت 9 است، هرچند در گذشته برنامه ما تا ساعت 10 بود به وقت افغانستان، اما حال تا ساعت 9 ادامه داره برنامه ما. هرچند یک مشکل دیگه هم که وجود داره، تشناب هایی که در اون قسمت پیش ما چند مدت پیشتر هم گزارش داشتم که داخل پارک شهرنو تشناب یا دستشوی وجود داره، هر کسی که میره 5 افغانی یا 10 افغانی فراموش ما شده از اونا میگیرن و آنچه که ضرورت است از آب شروع و هرچه که ضرورت است در بدل 5 افغانی برای شهروندان ما میتن و به گونه درست میتونن که استفاده بکنن از تشناب. اما این کار نمیکنن شهروندان ما، 5 افغانی نمیتن، میاین هنوز هم پیشتر که ما آمدیم چندین نفر به خاطر رفع حاجت از داخل پارک یا چمن استفاده میکردن. همگی تیر و بیر میشه، اما اونا اجر انتخاب میکنن به خاطر رفع حاجت، که این یکی از کارهایی است که ضعف فرهنگی را در بین اکثریت، نه در بین یک ایده از شهروندان ما نشان میده. این مردم مصروف از ایگل صبح امروز از اونا صحبت میکنیم، باز میشه که بریم طرف. سلام کاکا، چی میکنین شما در ایگل صبح؟ خلاص یک بوته جمع میکنیم، سودا میکنیم، باز به خرج نشیم. کاربار تمی است. هر چی کنیم. بوتلا رو جمع میکنی و مفروشی. آه. روز چند پیدا میکنی؟ روز 400 500 600. چند باز میسوزانی؟ 100 1.5 صد. روز 100 1.5 صد مواد میخری؟ کدام مواد زیاد استفاده میکنی؟ پودر، پودر. پودر چند سال از پودر کار میگیری؟ من خیلی وقت 12 13 سال شد. 12 13 سال دلیل اولیه که روی آورد چرس تریاک بچ بودن. مجبوریت خود دیگه گرفتار. چه باعث شد که بیای مواد استفاده کنی؟ جگر خونی والا در خانه من یک مشکل داشتم، به خاطر مو بذار کسی. یک دفعه که استفاده کردی بند ماندی باز؟ یه بند ماندم دیگه، نتونستم ترک کنم. حالا چی رای داره ترک کنی؟ رای داره والا که والا وضع زندگیت خوب باشه، اگه خراب باشه نه. حالا خانواده خش قم کس همکاریت نمیکنن؟ نه هیچ کس خبر نیست. خبر نیست یا کمکت نمیکنه؟ اصلا نیست. خانه به کجاست؟ خانه من لوگر. لوگر؟ آه. سابق چی کار میکردی وقت ساعت من بودی؟ کار بودم. گلکار؟ خوب صحیح. آیده تام خوب بود خیلی؟ آیدم خوب بود. در زمان حکومت حامد کرزی شما گلکاری میکردی؟ آه بله. آه. وقت پیسه هم زیاد بود نه؟ آه پیسه هم زیاد بود. کار هم زیاد بود. خصوصا گلکارا روزی 1000 میگرفتن، 1000 ماهی 30000 بسیار پیسه بود. راست میگم.
وقت خوب بود. ولی دیگه بخیر نه کارش نه سر کار ما کسی مبارد نه خوب نبود. شبانه کجا میخوابیم؟ شبانه این پارک بودیم سر روی سرک میخوابیم. هر جایی که پیش آمد؟ آه هر جایی که پیش آمد. حال زمستان از کل جای یخبندان میشه؟ خب مجبوریستیم بشه که آقایی چاره نداریم. حال تصمیم دارید تا چه زمان استفاده میکنی مواد؟ مواد بله خب. پیش خود فکر کردی که مثلا یک سال دو سال دگام استفاده میکنم یا خارج میرم یا داخل یا پیش خانواده خود کار دگام خب امی سات و امی دخل نمیکشم فهمید یک به دل ما باشه خونه میشه پیش کدام تصمیم بر زندگی آینده نداری؟ چرا دارم؟ اولاد دارست؟ چند تا؟ پنج پنج اولاد خدا کمکت کنه کرتم خودم سواد خود داری؟ کم بویش تشکر سپاس از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش ما هستین. همکاران ما در استودیو منتظر هستند تا ادامه برنامه را پیشکش حضورتان بسازند. فراموش نکنین که فردا و پس فردا و تا زمانی که هستیم ما گزارش داریم. اما اگر میخواین گزارش ما را به گونه تکرار بیننده باشین حتما سر بزنین به چینل یوتیوب آریانا تیوی یا آریانا تلویزیون همچنان چینل یوتیوب هماین افغان و در همونجا امی گزارش های ما را شما میتونین که بگونه تکرار هر لحظه و هر دقیقه خواسته باشین بیننده باشین حال هم شما و استودیوی صبح و زندگی تلویزیون آریانا سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید